نام خداوند بخشاینده مهربان الهی عاملنا به فضلک و لا تعاملنا به عدلک سلام علیکم وقت گرانقدر شما عزیزان همراه بخیر باشه هر جا که هستید در بهترین حال خودتان باشید بار دیگر از تلویزیون جهانی هادی با یکی دیگر از سلسله برنامه های به وقت بیداری مهمان محافل گرم و مؤمنانه شما عزیزان هستیم تشکر میکنیم که همچنان یاری کننده همراهی کننده و دلگرم کننده بنده و همکارانم در این رسانه جهانی میباشید باشید چهارشنبه شب دیگر هست با حضور ارزشمند جناب استاد دکتر فیاضی موضوع زیست مؤمنانه را در حضور چشمان مهربان شما پی میگیریم سلام علیکم استاد بسیار خوش آمد. سلام علیکم و رحمت الله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذکره و سببا للمزید من فضله عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و همکاران محترم و ارجمند شما عرض ارادت میکنم خدمت بینندگان گرامی که پیگیر کننده و دنبال کننده سلسله برنامه های معرفتی و وقت بیداری و مخصوصا برنامه زیست مؤمنانه هستند خوشحال هستم که بازم خداوند توفیق داد تا در یک برنامه دیگه در خدمت شما و در محضر بینندگان محترم شما باشم بسیار تشکر ما هم بسیار خوشحال هستیم و خداوند منان شاکریم که فرصتی دوباره دست داد تا خدمت عزیزان این موضوع پیگیری کنیم استاد جلسه قبل بحث ما با آنجا رسید که شما نقش تقوا نقش و جایگاه تقوا در زیست مؤمنانه را از منظر قرآن کریم تا حدودی و با چند آیه از قرآن کریم برای ما تبین فرمودید بحث ما در گام بعدی در مورد نقش و جایگاه تقوا از نگاه روایات در واقع رسیدیم و تا حدودی هم با توجه به فرصت برنامه قبل حضرت حالی اشاراتی داشتید امشب در خدمت شما هستیم و ادامه مبحث انشالله از نگاه روایات می بله جنبای ناصری حقیقتا همچنان که خدمت شما بینندگان محترم عرض کردم تقوا یک نیروی کنترل کننده درونی است که انسان را در مسیر حرکت در زندگی از انحراف و کجی ها باز می‌دارد بله. یا از اینکه تحت تاثیر هواها و خواسته های شیطانی نفس انسان قرار بگیره از باز می داره. و حقیقتا تقوا در آموزه های دینی کلا چه در آیات و چه در روایات به عنوان یک شاخصه اساسی به عنوان یک مشخصه اساسی زیست مؤمنانه معرفی شده است چنانچه اشاره کردم معیار کرامت و بزرگواری انسان را در زندگی تقوا معرفی می کند بهترین زاد و توشه را تقوا معرفی میکنند و در روایات رسیده از پیامبر و امامان معصوم هم روی تقوا در زیست و زندگی مؤمنانه خیلی تأکید شده است استاد آیا میتون اینطور بیان کرد که زندگی و زیست مؤمنانه بدون تقوا در واقع پوچ و کاملا است. همین است حقیقتا اگر در زیست و زندگی مؤمنانه تقوا وجود نداشته باشد این زندگی زندگی مؤمنانه نیست یا به تعبیر دیگر زندگی پوچ است زندگی است که از درون خود خالی است زندگی بی ارزش است چون معیار اساسی زندگی و زیست مؤمنانه تقوا است دلی. من خدمت شما و بینندگان محترم این فرازی از خطبه 203 نهج البلاغه رو که از زبان گوهربار امیر مؤمنان علی علیه السلام حکایت شده است درباره اثر تقوا در زیست مؤمنانه اشان این سخن را مطرح فرموده است بیان بکنم چون جایگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام و مخصوصا سخنان اشان در نهج البلاغه جدای از اینکه در اوج فساحت و بلاغت است از بالاترین محتوا و بالاترین مفهوم و معنا برخوردار است لذا می شود در خیلی از مسائل ما به عنوان نمونه و مصداق به سخنان امیر مؤمنان ما استناد بکنیم و شاهد بیاریم در خطبه نه نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام حدود شش هفت اثر برای تقوا بیان میکند حقیقتا این اثراتی که برای تقوا بیان میکند هم بالاخره اثراتی است که در زندگی دنیایی ما هم نسبت به جسم ما هم نسبت به روح و جان ما هم نسبت به عالم بعد از این عالم دنیا نسبت به عالم برزخ و عالم قیامت تأثیر گذار است تمام این اثرات را امیر مؤمنان در این جمله کوتاه بیان می‌فرماید این گونه خطاب می‌کند فئن تقوا الله مفتاح و سداده اگر شما دنبال کلید پاکی و کلید درستی هستید بهترین کلید پاکی و کلید درستکاری تقواست. است این مسئله بالاخره این در طبیعت انسان هست در فطرت انسان هست که دنبال درستکاری و دنبال نیکوکاری است ممکنه حتی خیلی از کسانی باشد که پایبند به دین خاصی نباشد اما درستکاری رو دوست دارد صداقت رو دوست دارد راستکاری رو دوست دارد و معیار یک انسان نیکو صداقت و درستکاری را معرفی میکند امیر مؤمنان علی علیه السلام اولین اثر تقوا را میفرماید مفتاح و صداد. اگر میخواهید کلید پاکی و درستکاری را داشته باشید کلید پاکی و درستی تقوا است این اولین اثر و ذخیره و معادن این کلید پاکی و درستی در روابط اجتماعی است اگر شما میخواهید روابط اجتماعی شما روابط اجتماعی بر معیار اخلاق باشد بر معیاری باشد که دیگران پذیرش و قبولیت داشته باشد باید تقوا داشته باشید اثر دیگر اثر او در زندگی جهان آخرت است میخواهید در میزان حساب و کتاب در میدان حساب و کتاب شما ای داشته باشید شما بالاخره پرونده اعمال شما یک پرونده پر باشد و ذخیره تو معادن بهترین ذخیره بهترین زاد و توشه تقوا است میخواهید برای جهان آخرت ذخیره داشته باشید باید از تقوا استفاده بکنید تقوا داشته باشید و اتقن من کل ملکه سومین اثر سومین اثر تقوا این است که بالاخره آزادی انسان از هر گونه بندگی و بردگی است امروز ما در زندگی دنیایی بالاخره اون تعلق خاطری که ما داریم حقیقتا اون تعلق خاطر ما رو به بردگی و بندگی میکشونه چقدر زیبا اگر ما تعلق خاطر به ریاست و قدرت داریم حقیقتا ما برده و بنده ریاست و حکومتیم تعلق خاطر به مال و سرمایه داریم ما در حقیقت ناخداغا بنده و برده سرمایه و مادیات هستیم تعلق خاطر ما به خانه و خانواده بیش از حد اگر ما تعلق بیش از حد مسئولیت تعلق خاطر داشته باشیم در حقیقت ما بندگی و بردگی داریم امیر مؤمنان علی علیه السلام میفرماید اگر میخواهید شما تعلق خاطر نداشته باشید از هر قید و بندی رها باشید یک آزاده باشید یک انسان آزاده باشید آزادگی در گرو داشتن تقواست و اتقون من کل ملکه از هر بندگی و بردگی کلید آزادی آن تقواست این سومین اثر هست و نجاتون من کل حلکه این متاسفانه در زندگی و مشکلاتی که ما در دنیا داریم فراوان فراوان ما گرفتار سختی ها هستیم که گاهی ممکن است ما از این سختی ها نتوانیم موفقیت و پیروزانه عبور بکنیم دوچار حلاکت ما شود دچار انحراف ما شود ممکن است ما اخلاق اسلامی و اخلاق انسانی را از دست بدهیم اون روابط اصیل اجتماعی را از دست بدهیم هلاک شویم نابود شویم امیر مؤمنان چهارمین اثر تقوا رو میفرماید اگر میخواهید از هر میدان هلاکت و نابودی به سلامتی عبور بکنید در اونجا غرق نشوید هلاک نشوید تقوا باید داشته باشید تقوی نجاتون من کل حلکه پنجمین اثر به های طالب هر کسی بالاخره در این دنیا جوینده کمال است یکی ممکن است کمال رو در علم و دانش بداند یکی ممکن است کمال رو در مادیات و بالاخره رفاه و امکانات بداند یکی ممکن است کمال خود را در ریاست و قدرت و حکومت بداند امیر مؤمنان علی علیه السلام میفرماید اگر بهترین کمال رو میخواهید جوینده ی کمال طالب کمال هستید بهترین کمال در تقواست به ها ینجه و طالب جستجوگر و, و جوینده ی کمال به سبب تقوا به نجاح و رستگاری و پیروزی میرسد با قدرت شما به کمال نمی رسید به سعادت نمی رسید با مادیات و امکانات دنیا به بالاخره سعادت و کمال نمیرسید چقدر قارون ها و نمرود ها و ثروتمندانی بودند و فراوان سرمایه داشتند سرمایه های خود را گذاشتند و رفتند بله بلکه وزرو و بال گرد... گردن او شد اگر درست استفاده نکردند ششمین اثر کمتر بله من این رو اشاره بکنم و ینجل حارب اگر شما از عذاب گریزان هستید راه گریزان از, از عذاب الهی تقواست و تنال رقائب هفتمین اثر و آخرین اثر اینه که آرزومندان دنبال آرزوهای خود هستند بهترین آرزویی که می توانید شما به او دست پیدا بکنید بهترین آرزو تقواست این حقیقتا هفت اثر است که در کلام علیه. امیر مؤمنان برای تقوا در زیست مؤمنان اشاره شده است بسیار عالی تشکر با شما بزرگواران هستیم به وقت بیداری با موضوع زیست مؤمنان درود و احترام فراوان مجددا محضر یکایک که شما بزرگوارن تلویزیون جهانی هادی به واسطه ای که با شما عزیزان در ارتباط هست و ای ارتباط دوستی هست همچنان به خودش میباره شما میتوانید از طریق نمبر ارتباطی مثبت 964 780 255 چهل با ما در ارتباط باشید در مورد موضوعاتی که در برنامه های مختلف مخصوصا به وقت بیداری تقدیم شما عزیزان میشه حتما اظهار نظر بفرمایید سوالی که اگر داشتید از کارشناسان محترم پرسان کنین این سوالات به صورت مستقیم با صدا و و ویس و بالاخره متن شما خوانده میشه و جوابش ان شاءالله تقدیم شما عزیزان میکنیم در خدمت شما عزیزان و ادامه مبحث ما با جناب استاد دکتر فیاضی استاد اگر از بخش اول ما کمی فاصله بگیریم سوالی که در اینجا ما میتوانیم مطرح کنیم این است که زیست مؤمنانه چقدر میتوانه در مواجهه با مشکلات و سختی ها به ما کمک کنه در بله. شما بله در مواجهه با سخت... در واقع نقش تقوا در مواجهه با سختی ها و بله. مشکلات بله. در حقیقت در جایگاه تقوا در هنگام مواجهه ما با سختی ها و مشکلات در زیست مؤمنانه من اشاره کرده باشم به این آیه شریفه از سوره مبارکه طلاق آیه دوم و سوم سوره مبارکه طلاق که حقیقتا نقش اساسی تقوا را در زیست مؤمنانه در هنگامه مواجهه انسان با سختی ها و مشکلات بیان می کند بالاخره این تجربه تجربه طبیعی است هر انسانی بالاخره در طول عمر خودش با سختی ها و گرفتاری ها مواجه هست گاهی ممکن است بالاخره مغلوب سختی ها قرار بگیرد که در برنامه های گذشته هم اشاره کردم کسانی که حقیقتا باور به جهان آخرت ندارد باور به مبدع و معاد ندارد گاهی ممکن است مغلوب شود شکست بخورد اقدام به خودکشی بکند گاهی ممکن است دست به کارهایی بزند که معقول و منطقی نیست این زمان است که انسان بالاخره تحت تاثیر سختی ها قرار میگیره در مواجهه با سختی ها پیروز نمی شود شکست می خورد. اما این آیه دوم و سوم سوره مبارکه طلاق در قرآن مجید می فرماید اگر میخواهید راهکار پیروزی بر سختی ها و مشکلات را هنگام مواجهه با سختی ها و مشکلات بالاخره پیدا بکنید بهترین راهکار او داشتن تقواست اینگونه این آیه شریفه بیان می‌فرماید و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب دو خصوصیت رو در اینجا برای زیست مؤمنانه و اثر تقوا بیان می‌کند اثر اول تقوا در زیست مؤمنانه در هنگام مواجهه با سختی‌ها و مشکلات این است که یجعل له مخرجا راه برون رفت را شما پیدا میکنید بر اثر تقوا بر اثر تقوا خیلی مهم است حقیقتا که ما بتوانیم در هنگام سختی ها و در هنگام حیرت و سرگردانی ها ما یک راه برون رفت از این سختی ها رو پیدا بکنیم این اثر اثر تقوا است در هنگام مواجهه با سختی ها در زیست مؤمنان هم. اثر دیگری او این است که و یرزقهم من حیث لا یحتسب شما را از جایی که اصلا گمان او را نمیبرید خداوند شما را رزق و روزی میدهند من به عنوان شاهد مثال ارز بکنم حقیقتا شاید در خیلی از مشکلات و سختی ها گاهی تجربه کرده باشیم که ما بالاخره به جایی می رسیم به ای می رسیم که توان ادامه دادن را نداریم کم کم احساس یأس و ناامیدی ممکن است بر ما آرش شود بله. اما یک پنجره ای به روی ما باز می شود خداوند یک دری را بر روی ما میگوشاید که اون در در رحمت است اون در باعث می شود ما از این سختی عبور بکنیم هنگام مواجهه با مشکلات اقتصادی و مادی و گرفتاری های روزگار ما اون در رحمت رو برویم و از اون در رحمت خداوند رزق و روزی ما را عنایت میکنه من به عنوان نمونه ارز بکنم در همین امسال در ایام اربعین امسال یکی از دوستان و آشنایانی که من میشناختم حقیقتا بالاخره وضعیت مالی خوبی نداشت ام. اما خیلی علاقه من بود که خدایا خیلی از مشتاقان و زائران میرود امسال ایام اربعین به کربلا من توان مالی ندارم ام. امکان رفتن برای من نیست واقعا این علاقه و بالاخره انسان زاهد و عابدی بود شب زنده دار بود نماز شب میخوان میگوید من یک روزی در کوچه و بالاخره در سرک و خیابان قدم میزدم یک نفری که اصلا نمیشناسم اصلا نمیشناسم آمد از من سوال کرد بالاخره کربلایی ها میروند به کربلا شما عازم نیستید من به او گفتم هیچ نمیشناسم اصلا هیچ نسبتی هم ندارم گفتم چرا من خیلی مشتاقم خیلی علاقه دارم اما امکان رفتن ندارم هزینه سفر را بله هزینه سفر را ندارم میگوید همون بعد از ظهر بود گفت من دو ساعت دیگر به تو خبر میدم برو مثلا وسایلت را آماده کن اون کیف و چمدان خود را ببر دو ساعت دیگر رفتم آماده شدم تماس تلفنی به من گرفت تکیت ماشین و بالاخره وسیله نقلیه برای من تهیه کرد حتی پول نقدی برای من داد پول نقدی که بروم و برگردم کل هزینه سفر رفت و برگشت مرا یک نفری که اصلا نمیشناختم همین کرد رفتم یک هفتگی زیارت کردم برگشتم خودم من این شخص رو میشناسم این رزق من حیث الله تصیب است این با هیچ کسی... کدام از ملاک های دنیای ما جدا؟ بله،, بله بله هم. بله امروز اصلا ممکن است ما هیچ باور ما نشود هم. که این گونه هم رای هست خداوند گاهی بر اثر تقوا بر اثر شب زنده داری بر اثر تقویت کردن ارتباط خود ما با خداوند راههایی را بر ما میگوشاید درهایی را به روی ما باز میکند که اصلا گمان او را نمیکردیم این رزق من حیث لا است چرا من حس... رزق من حیث است به خاطر اینکه ما توکل به یک قدرتی داریم امید به یک نیرویی داریم که اون قدرت و نیرو قدرتمندترین نیرویی در این عالم هستی است ما به زور بازوی خود ما افتخار نکنیم به پول و سرمایه خود ما افتخار نکنیم و نبالیم گاهی ممکنه این زور بازو از ما گرفته شوه گاهی ممکنه بالاخره این علم و دانش از ما گرفته شود ایمال و سرمایه بر اثر یک حادثه از ما گرفته شود اما اگر توکل ما ارتباط ما با خداوند قوی باشد اون حقیقت تقوا را ما درک کرده باشیم خداوند رزق ما رو من حیث لا می‌رساند. میرساند به تعبیر قرآن یجعل له مخرجا راه برون رفتی از مشکلات رو در پیش پای ما قرار میده استاد یک جمله بسیار زیبا من امروز از یک بزرگواری حالا در فضای مجازی دیدم حالا منبعش ذکر نشده بود فرموده بودن که آن که دنیا رو بشناسد از قمه ها و ظلم هایی که به او به دنیا, به او وارد میشه اندوهگی نخواهد شد بله. و فکر میکنم که مبحث همشه ما هم در واقع یک جورای ت... معنای تقوا در بحث زیست مؤمنانه هست با همین جمله کاملا همین شد. است بله کاملا همین است من در برنامه های گذاشتم خدمت شما و بینندگان محترم اشاره کردم که یکی از آثار زیست مؤمنانه و داشتن باور به مبدع و معاد باور به خداوند و باور به عالم برزخ و قیامت این است که ما آرامش روحی و روانی بله. داریم در سختی ها و مشکلات تحت تاثیر قرار نمیگیریم. با پشتوانه اون قدرت و نیرویی که به او امیدوار هستیم از این مشکلات و سختی ها ایمن عبور می کنیم بر آنها پیروز می شویم برعکس کسانی که زیست مؤمنانه ندارن من اشاره کردم که گای تحت تاثیر قرار می گیرن. اقدام به کارهایی می کند که این کارها کارهای غیر منطقی است غیر معقولانه است وقتی به بنبست می رسد اقدام به خودکشی می کند اقدام به خودکشی بلکه حتی نابود کردن خانواده می کنن. شما در رسانه ها امروزه می بینید کسانی بودن بر اثر فقر مشکلات گرفتاری ها نتوانستن تحمل کنند هم خانواده خود را بالاخره از بین بردن کشتن و هم بعد از خانواده خود را نابود کردن و خودکشی کردن بله بله. چون نتونستن در مقابل اون مشکلات و سختی ها استادگی بکنن پیروز نشدن شکست خوردن اما در زیست مؤمنانه که شاخصه اساسی او را در این آیه شریفه و در روایات رسیده از معصومان تقوا بیان می کند ما همواره به یک پشتوانه امیدوار هستیم با او توکل داریم چون به یک پشتوانه اساسی توکل و امید داریم در برابر سختی ها ما هیچ وقت تسلیم نمی شویم بله بله استاد یک مثال بسیار واضحش که همین چند وقت اخیر متاسفانه کشور خودمان دوچاران شد همین زلزله اخیر بله. شهر هرات بود بله. با یکی واقعا آن... آنطور که باید ما کمک های دوستانه دریافت نکردیم از کشورهای مختلف و متاسفانه آنطور که باید به این عزیزان زیز... رس... زلزله زده, زلزل زده و... کمک نرسید اما وقتی که با آنها صحبت میکنیم واقعا روحیهشان خوب بله. است بله. بسیار با ایمان بسیار امیدوار به زندگیشان ادامه میتونم بله همین است بله. واقعا کسانی که امروزه بالاخره با این مشکلات و سختی ها چه زلزله زده های حرات چه بالاخره مسلمانانی که امروزه در فلسطین و در بله، غزه بله. بالاخره در, در اون جنگ و بالاخره بمباران رژیم صهیونیستی قرار دارن یکی از یکی از مهمترین عوامل مهم، موفقیت اونها اون امید این بله. امید به خداوند امید به اون پشتوانه قوی است که بالاخره هیچ وقت روحیه خود را از دست نمیدهد و هیچ وقت در برابر این مشکلات و سختی ها تسلیم نمی شود. از همین جهت است هرقدر مشکلات و سختی ها بالاخره در برابر اونها قرار بگیرد از این مشکلات و سختی ها عبور می کند بله. این نشانه بالاخره تقواست یا اثر تقواست که ما در مواجهه با سختی ها و سختی و مشکلات بر اساس این آیه دوم و سوم قرآن مجید میفرماید من یتق الله یجعل له مخرجا. کسی که تقوای خداوند را پیشه بکند خداوند برای او راه برون رفت راه خارج شدن از این مشکل و از این سختی فراهم می کند و یرزق من حیث و, و لایه بله. و او رزق و روزی می دهد از جایی که اصلا گمان او را نمی کرده. من یک آیه دیگر هم بخونم اگر اجازه بتین بسیار کوتاه هم همراه عزیزان ما در اتاق فرمان شویم برخواهیم گشت و ادامه این فرمایشات انشالله از شما خواهیم شد همچنین با ما باشید به با وقت در چارشنبه شب دیگر با موضوع سیستم تشکر میکنیم از همکاران بسیار عزیزمان که در این فاصله کوتاه حدیثی بسیار زیبا از امام صادق علیه السلام تقدیم شما بزرگواران کردند شما میتوانید این برنامه را در فضای مجازی از طریق آپارات، فیسبوک، اینستاگرام و یوتیوب همراهی کنید. میتوانید با سرچ موضوعی برنامه به عناوین و به محتواهای مختلف برنامه در شبهای مختلف الله دسترسی پیدا کنید و عزیزانتان هم پیشنهاد بتین تا برنامه های تلویزیون جهانی هادی را حتما از این طریق هم دنبال بفرماید با شما عزیزان هستیم در فرصت پایانی برنامه امشب و زیست مؤمنان ها. استاد خمس شما حسین. بله من در تکمیل عرایزی که خدمت شما و بینندگان محترم داشتم یک آیه کوتاه دیگر را هم بله. که در ادامه اون آیات سوره مبارکه طلاق بود اون آیه قبلی قسمتی از آیه دوم و آیه سوم سوره مبارکه طلاق است باز در آیه چهارم سوره مبارکه طلاق باز هم همین مسئله رو خداوند در قرآن مجید در باره نقش تقوا در مواجهه با سختی ها و مشکلات بیان می‌فرماید و من یتق الله یجعل له من امره یسرا کسی اگر تقوای خداوند پیشه بکند یکی از اثرات تقوا این است در هنگام مواجهه با سختی ها و مشکلات اینه که سختی ها برای او آسان می شود تحمل می تواند بالاخره سختی ها که قطعا ممکن آسان نشود اون چی که مهم است اینه که ما چگونه نگاه ما به این مشکلات چگونه باشد بالاخره گاهی این مسئله در از نظر نگاه روانشناسی هم مطرح هست که ما به جای اینکه مسائل اطراف ما را اصلاح بکنیم نگاه خود ما رو اصلاح بکنیم این خیلی مهم است ما بالاخره اگر نگاه ما رو با سختی ها و مشکلات تغییر بدهیم تحمل سختی ها بر ما آسان میشه اگر ما سختی ها و مشکلات رو با عنوان بالاخره یک مصیبت نگاه بکنیم با عنوان یک بالاخره بدبختی و فلاکت نسبت به خود ما نگاه بکنیم ممکن است برای ما قابل تحمل نباشه اما اگر به عنوان یک مایه امتحان یک زمینه آزمون یک زمینه این که ما چگونه بالاخره در مواجهه با این سختی ها برابر می شویم، مقابل می شویم و چگونه راه برون رفت را پیدا می کنیم اگر این نگاه رو ما داشته باشیم خیلی راحت می توانیم از سختی ها عبور بکنیم دارد. این آیه چهارم هم همین را میفرماید و من یتق الله یجعل له من امره یسرا خداوند برای او این مواجهه این سختی ها رو آسان میگرداند این هم یکی از نقش های تقوا در هنگام مواجهه با سختی ها و مشکلات است اوقات بعضی از انسان ها عزیزی از دست می و معمولا آنهایی با قضیه راحت تر کنار میان و کمتر شیون میکنن و کمتر به سر صورتشان میزنن که با ایمان ترند بله، بله. و دیدشان نسبت به دنیا دید بسیار بازتری بله، هست بله، و انشالله بله. که همه ای ما با توجه به بیانات حضرت در این چند شب که نقش تقوا بود در زندگی ای ما و شب که در مورد مواجهه با مشکلات و سختی ها بود بتوانیم کمی راحت تر با مسایل دوربرمان کنار بیاییم اصلا سوال آخری که شاید در این برنامه بیشتر از این نتوانیم در خدمت شما باشیم این است که نقش زیست مؤمنانه در زندگی دنیا و آخرت و بالاخره چه تاثیراتی خواهد داشت و چطور می توانیم این را تبین بفرمیم بله یکی از نشانه های زیست مؤمنانه این است که بالاخره در زندگی مؤمنانه و زیست مؤمنانه ما جمع بین دنیا و آخرت میکنیم نه مثل ما دیگرایان بالاخره تنها ما دنیا رو میگیریم و از آخرت دوری کرده ایم و نه هم مثل بالاخره بعض جریانهای رهبانیت و امثالنا که ما آخرت را عبادت رو بگیریم و دنیا رو کلا رها بکنیم بلکه زیست مؤمنانه شاخصه ای او این است که جمع بین دنیا و آخرت است این مسئله امروزه تحت عنوان بالاخره جدایی دین از دنیا یا به اصطلاح امروزی جریان سکولاریستی مطرح است که میگوید نقش دین این است که فقط اختصاص به آخرت دارد ما رو بالاخره در امور آخرت تشویق و ترغیب میکند کار به دنیا ندارد کار به زندگی دنیایی ما ندارد پس دنیا رو هر جوری که دوست داشتیم بله. در حالی که در زیست مؤمنانه این است که ما باید بین زندگی م... دنیا و آخرت جمع بکنیم اعتدال داشته باشیم میان روی داشته باشیم من به با عنوان مثال بالاخره این جریان رو اشاره بکنم این جریان و این شعن نزول مربوط به شعن نزول آیه 87 و 88 و 89 سوره مبارکه ماعده است بله. این سه آیه از سوره مبارکه ماعده پیامبر گرامی اسلام در یکی از خطبه ها و سخنرانی ها آمد در زمانی که در مدینه بود خطابه ای ایراد کرد درباره احوالات انسان در جهان برزخ و عالم قیامت و جهان رستاخیز مشکلات و سختی هایی که در اونجا ما داریم حساب و کتاب دقیقی که هست بالاخره که پرونده اعمال ما اونجا بر ما عرضه می شود و چگونه ما با پرونده اعمال ما مواجه می شویم بالاخره سختی هایی که ما در آموزه های دینی داریم درباره حساب و کتاب و مسائل که در جهان قیامت است وقتی این سخنرانی را پیامبر گرامی اسلام ایراد کرد بعضی از اصحاب و یاران که در پای منبر و سخنرانی پیامبر بود شروع کردن به گریه کردن از ترس و حراسه که بالاخره ما نتوانیم واقعا اون وضعیتی که در عالم برزخ و عالم قیامت است ما حقیقتا هزینه اون رو نداشته باشیم خرجی خوبی برای او تهیه نکرده باشیم پس باید از الان به فکر باشیم بعضی از اصحاب و یاران گفتن که ما مشغول عبادت می شویم. فقط عبادت می کنیم شب و روز بلال که معزن پیامبر گرامی اسلام است او قسم یاد کرد که من همیشه روزها رو روزه میگیرم یکی از اصحاب پیامبر گرامی اسلام به نام عثمان ابن مزعون است عثمان ابن مزعون گفت که من خانه و زندگی و همسر را رها می کنم ترک همسر می کنم و شبان روز مشغول عبادت می عجب. این عثمان ابن مزعون یکی از اصحاب بزرگوار پیامبر هست کسی است که در حبشه به هجرت رفته است کسی است که از نخستین مهاجران در مدینه است کسی است که اولین کسی است که در قبرستان بقی به دستان پیامبر هم به خاک سپرده شده است امیر مؤمنان او رو دوست داشت پیامبر گرامی اسلام او رو دوست داشت و این هم اشاره بکنم که امیر مؤمنان علی علیه السلام اگر فرزندان خود را عثمان یکی از بچه های امیر مؤمنان با نام عثمان هست از باب دوسته که با عثمان ابن مزعون داشته است نام فرزند خود را امیر مؤمنان عثمان گذاشته است نه از جهات دیگر پس خیلی یک شخصیت برجسته است عثمان ابن مزعون میگوید بالاخره من قسم یاد میکنم که همسر و فرزند و خانواده را رها بکنم مشغول عبادت شوم کاملا عزلت گزید و رفت مشغول عبادت شد این جریان گذشت یک مدتی بالاخره مشغول عبادت بود همسر جوان عثمان ابن مزعون خانه پیامبر گرامی اسلام آمد یکی از همسران پیامبر او رو دید که همسر جوان عثمان ابن مزعون حالت نشاط و شادابی ندارد بالاخره اون آراستگی در لباس آراستگی که در ظاهر داشته باشد ندارد معمولا جوان ها خب یکی از خصلت و نشانه جوانی این است که نشاد دارد شادابی دارد آراستگی لباس دارد امیدواری دارد تیدی در سن جوانی ناامید است لباس جولیده دارد نشاد و شادابی ندارد سوال کرد چه اتفاقی افتاده است چه شده است که نشاد و شادابی نداری در این ایام جوانی ناامید هستی چرا من آراستگی داشته باشم چرا من به لباس خود رسیدگی بکنم در حالی که همسرم عثمان ابن مزعون مرا رها کرده است خانه و زندگی را رها کرده در مسجد و در جای دیگر مشغول عبادت شده است خبر این جریان به پیامبر رسید که بعضی از اصحاب گفتن من مشغول عبادت میشم بعضی گفتن من بالاخره مشغول روزداری میشم بعضی گفته است که من زن و فرزند را رها میکنم پیامبر گرامی اسلام دستور داد همه اصحاب و یاران را در مسجد جمع بکنید. همه اصحاب و یاران در مسجد جمع شد، پیامبر خطابه ای ایراد کرد. در اون زمان در شأن در درباره این وضعیت این آیه شریفه نازل شد. آیه شریفه 87 و 88 و 89 سوره مبارکه مائده پیامبر ایراد خطبه کرد ایراد سخنرانی کرد در این سخنرانی و در این خطبه پیامبر گرامی اسلام مردم را دعوت کرد که هم زندگی دنیای خود را داشته باشید هم زندگی آخرت کسی اگر دنیا را رها بکند فقط مشغول عبادت روز داری باشد او به سیره من عمل نکرده است سیره من این گونه نیست من که رهبر شمایم من که پیشوای شمایم من که پیامبر شما هستم من در کنار همسر و فرزندان خود زندگی میکنم بله. بخش از شب رو به عبادت میپردازم در کنار همسر و فرزندان خود هم هستم در کنار اجتماع هستم در جامعه زندگی میکنم شما اگر میخواهید پیرو سیره من باشید نباید زندگی دنیا رو رها بکنید بله. زیست مؤمنانه نشانه زیست مؤمنانه این است که دنیا و آخرت رو داشته باشید ما این آیه شریفه 87 و 88 رو بخونم حدودا 3 دقیقه فرصت. بله ترجمه بکنم یا ایو الذین آمنو لا تحرمو طیبات ما احل الله لکم وقتی این خبر به گوش پیامبر رسید خداوند این آیه رو نازل کرد که پیامبر این آیه رو در حضور مردم بخوان به مردم گوشزد بکنید ای کسانی که ایمان آورده اید بر خود حرام نکنید چیزهایی را که به عنوان طیب و پاکیزه برای شما قرار دادی زندگی در کنار زن و فرزند بر شما حلال شده است این را بر خود حرام نکنید استفاده از لذت های دنیایی برای شما حلال شده است بر خود حرام نکنید هم به عبادت بپردازید هم به زندگی دنیای خود بپردازید لا تو حر ما احل الله لکم و لا تعتدو از حد تجاوز نکنید اینکه شما دنیا را رها بکنید و به آخرت به بچسبید تجاوز از حد است از مسیر اعتدال خارج شدید اعتدال این است در زیست مؤمنانه در زندگی مؤمنانه که هم دنیا را داشته باشید هم آخرت رو داشته باشید ولا تعتدو ان الله لا يحب المعتدین خداوند کسانی که از حد تجاوز بکند از حد الهی عبور بکند از سیره و روش پیامبر عبور بکند او رو خداوند دوست ندارد این حقیقتا یکی از آیات است که روش زیست مؤمنانه را یک زندگی معتدلانه برای ما بیان می کند که ما باید در زیست مؤمنانه جمع بین دنیا و آخرت کرده باشیم اگر ما تنها به دنیا بچسبیم و دنیا را بالاخره داشته باشیم آخرت را رها بکنیم این زیست مؤمنانه نیست اگر ما روحانیت بگیریم گوشه مسجد و بالاخره حرم به زیارت و مشغول عبادت شویم خانه و خانواده و دنیا رو رها بکنیم یه هم زیست مؤمنانه نیست زیست مؤمنانه نشانه او این است که جمع بین دنیا و آخرت کرده باشید حد اعتدال داشته باشیم بسیار تشکر فرمایشات از اطالی امشب هم توام امیدواری توام آرامش بخشی و, و خیلی عالی بود انشاءالله که باز هم شما این برنامه زیارت کنیم سلامت باشید از شما هم تشکر میکنیم تا نقطه پایانی برنامه ما را همراهی کردید انشاالله که در برنامه های بعد هم بتوانیم در خدمت شما بزرگواران باشیم همه شما را به خداوند بزرگ و منان می سپاریم و تا برنامه بعد التماس دعا <applause>